مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان هم در سخنانی کم سابقه خواستار برگزاری همه پرسی فوری با حضور ناظران بین المللی شده تا به گفته او معلوم شه مردم ایران چی میخوان. او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته به رغم زندانی کردن، زدن و از بین بردن معترضان در پنجاه روز گذشته نیروهای حکومت نتونستن و نمیتونن اونا رو به عقب برونن چون اونا خون دیدن. مولوی عبدالحمید درباره مرگ معترضان زاهدانی هم گفته طی چند ساعت تعداد جانباختگان این شهر با مجموع جانباختگان کل شهرهای ایران برابر شده امام جمعه اهل تسنن نزاهدان در ادامه ای انتقاداتش گفته متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی گوش شنوا ندارن همزمان در بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان صحنه تظاهرات ضد حکومتی برپا شده و معترضان شعارهایی از قبیل مرگ بر خامنه ای دادن به گفته جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران جمهوری اسلامی با شدت بیشتری اعتراضات اقلیت های قومی از جمله بلوچ ها و کرد ها رو در مقایسه با سایر بخش ایران سرکوب کرده. روز جمعه هشتم مهرماه بعد از نماز جمعه زاهدان قرار بود تجمعی در اعتراض به تعرض فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل بگیره اما در پایان نماز و قبل از تجمع ماموران امنیتی با آوردن تانک به خیابونها جنگ خونی نیرو شروع کردن و در مقابل مردم زاهدان اعلام کردند کار رژیم امشب تمومه و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. رسانه های مزدور دولتی ایران هم اطلاع رسانی چندانی درباره این رویداد نکردند و فقط خبرگزاری ایلنا گفتگویی با حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در تحویله مجلس منتشر کرد که بعضی جزئیات این واقعه در اون بیان شد این نماینده مجلس گفته شخصا از پزشکی قانونی تعداد جانباختگان پرسیده و بهش گفتن 25 نفر از بین رفتن آماری که این نماینده مفخور مجلس داده بسیار پایین تر از آماری است که استاندار سیستان و بلوچستان داده بود